گیربکس اتفاقا باهوشی بود زمان خودش، ولی یه خنگبازیای ذاتی و خاصی داره که متاسفانه رو این خانواده مخصوصا با این حجم موتور بیشتر خودش رو نشون میده. این مسائل هم برطرف شه، یه تعویض دنده‌هاتون محسوس بهتر میشه، کشت ماشین اوکی میشه، نیاز به پی... گرجان خب پژو 206 پلاس یا همون 207 آی ایران خودرو داریم با موتور تیو 5 و ECU ایزیو 2.5، ماشین تیپ 6 یعنی گیربکس AL4 روشه. برای ریمپ اومدن، مشکل استارت و سویچ پدال داشتن و شم و کل ماشین کمپلت از ریشه پتید. حالا ما کار اولی که کردیم توی ماشین استارت اوکی کردیم، سویچ پدال تعویض کردیم، شم و کویل رو اوکی کردیم یعنی تعویض کردیم و تست گرفتیم، ماشین دیگه خطایی روشن نکرد و مشکلاتش حل شد. ماشین به شدت میس فایر داشت، کل استارت بدی داشت، ریپ میزد و کلی مسئله دیگه. حالا آماده شد برای ریمپ. خب ریمپ این ماشین زدیم، تست جادش هم گرفتیم. یکی از ویژگی هایی که ریمپ رو این ماشین اونم برای شرایط جدید بنزین ها به وجود میاره اینه که یک، به شدت ماشین علاوه بر اینکه اتومات و آستانه ناک زدن موتور پایین تر یعنی بدتر ناک میزنه، از این آستانه دورش میکنیم. دوم اینکه با گیربکس AL4 که گیربکس اتفاقا باهوشی بود زمان خودش، ولی یه خنگبازی های ذاتی و خاصی داره که متاسفانه رو این خانواده مخصوصا با این حجم موتور بیشتر خودش رو نشون میده. این مسائل هم برطرف شه، یه تعویض دنده‌هاتون محسوس بهتر میشه، کشت ماشین اوکی میشه، به بیشتر فشار دادن پدال گاز کمتر نیاز پیدا میکنین، مصرف سوختتون با یه الگوی ثابت رانندگی میاد پایین و کشش و گشت و حال توان ماشین هم بهتر میشه. قطعا وقتی بارها و بارها گفتیم، مجدداً میگیم، شما وقتی موتور رو از ناک زدن دور کنین، مصرف سوختتون هم میاد پایین. پس اگر موتورتون ناک میزنه، علاوه بر اینکه خود در واقع موتورتون لود اضافی روشه، پیستون اسلام و کلی داستان دیگه دارین و میگم پدیده پیستون اسلام و موتورتون عملا طی دراز مدت میخواد بیاد پایین، شما مصرف سوختتون هم میارین پایین، اونم با این بنزینای فاجعه. متاسفانه موتور تیو 5 موتور فوق العاده حساسیه و متاسفانه اصلا موتور باهوشی در زمینه کالیبر شدن با بنزینای البته بی کیفیت نیست. قشنگ با بنزین فقط با کیفیت جواب میده، خوبم است، ولی به من از که بنزین تغییر بدین میگه دیگه من نمیفهمم، دیگه همینی که هست، من همینجوری کار میکنم. یکی از دلایلش نسبت تراکم بالاست به نسبت خودش و دلیل دوم نسبت تراکم داینامیک و قطر رانرایی که این سرسیلر دار. پس ما اینو ریمپ کردیم، آماده تحویل، فیدبکش هم داشتیم، ماشین آماده تحویل به مشتری هستش.